تا حالا براتون اتفاق افتاده هر کاری میکنید استایلتون اونجوری که دوست دارید نمیشه؟ اگه این اتفاق براتون تا حالا افتاده شما حداقل یکی از ست قانون طلایی فشن رو رعایت نمیکنید. منم خیلی آدم قانونمندی نیستم، ولی اگه شما این ست قانون طلایی فشن رو بلد باشید دیگه کلا میدونید که چی رو باید با چی استایل کنید. سلام بچه‌ها، خوش اومدید به کانال یوتیوب من فریبا هستم. تو پیج اینستاگرام و کانال یوتیوبم راجع به مد و فشن و لباس و اینکه چجوری استایل بکنیم و خیلی چیزهای جذاب دیگه من اینجا حرف میزنم. اگه برای بار اولی که اینجایی یادت نره کانالم رو سابسکرایب کنی و ویدیو رو حتما لایک کنی. مرسی. تو دنیای فشن سه تا قانون طلایی وجود داره که اگه این سه تا قانون رو بلد باشید استایل کردن دیگه براتون خیلی راحت میشه. به نظر من که هممون باید این سه تا قانون رو بلد باشیم، چون هر روز میتونه به دردمون بخوره. پس اگه میخوای یاد بگیری کلی استایلای درست و اصولی بزنی و خودت اشتباهای استایلت رو رفع کنی، حتما این ویدیو رو تا آخر ببین. همیشه توی کانالم راجع به اینکه توی استایلمون ما همیشه باید یه تقارن و تعادلی داشته باشیم، خب خیلی زیاد حرف زدم. امروز میخوام با توجه به این سه تا قانونی که میخوام بهتون بگم، بهتون میخوام یاد بدم که چجوری شما میتونید اون تعادل و تقارن رو توی استایلتون درستش کنید که بعد از اون کلا براتون استایل کردن مثل آب خوردن میمونه. بعدش که یاد بگیرید چجوری اون تعادل رو توی استایلتون درست کنید، فقط کافیه که یه ذره خلاق باشید و بعدش میتونید کلی استایل متفاوت برای خودتون بزنید. اولین قانونی که وجود داره اسمش قانون یک سومه. خب این قانون یک سوم بچه ما توی خیلی از چیزا میبینیم. مثلا اگه بخوام مثالشو توی عکس گرفتن بهتون بگم، تصور کنید ما میخوام از یه افقی عکس بگیریم. اگه این خط افقی که ما داریم در نظر میگیریم وسط عکسمون باشه، اصلا اون حس خوبی که این عکس باید به ما بده رو نمیده. ولی اگه این خط افقمون توی یک سوم پایینی یا توی دو سوم بالایی باشه، خب همونطور که دارید میبینید تاثیر این عکس، یعنی اون حسی که به ما میده، خب خیلی خیلی قشنگ تره. حالا همین قانون رو ما توی فشن هم میتونیم ازش استفاده کنیم. حالا این قانون وقتی ما میاریمش توی فشن، ما باید بدنمون رو به سه قسمت تقسیم کنیم. یعنی اینجوری که میشه یه قسمت قسمت بالا تنمون و قسمت پایین تنمون دو قسمت. و حالا موقع که میخوایم استایل کنیم درستش اینه که باید بیاد بدن ما رو تقسیم به دو سوم و یک سوم کنه. حالا این دو سوم میتونه قسمت پایین تنه باشه، یک سوم بالا تنه، یا اینکه دو سوم بالا تنه، یک سوم پایین تنه. حالا من اینو میام با یه مثال بهتون توضیح میدم که راحت تر بفهمید. خب به این استایل نگاه کنید. با توجه به قانون یک سوم، خب کاملا غلطه. تو این استایل بدن دقیقا تقسیم بر سه شده. اما قانون یک سوم میگه استایل درست استایلیه که باید یا پایین تنتون دو سوم باشه یا بالا تنتون دو سوم باشه. اگه به جای این دامنه یه دامنه بلند استفاده کنیم خب کاملا درست میشه. این شکلی پایین تنمون میشه دو سوم و بالا تنمون یک سوم. همونجوری که تو اون مثال عکاسیه، اگه اون خط افق ما دقیقا وسط عکس باشه اون عکس خیلی حس خوبی نمیده، به سال کردن هم دقیقا همین شکلیه. اگه ما بیایم یه جوری لباس بپوشیم که بدنمونو از وسط تقسیم بر دو بشه، یعنی بشه نصف بالا تنه و نصف پایین تنه، یعنی با لباس پوشیدنمون ما بیایم این حس رو منتقل کنیم، ما داریم این قانون یک سوم رو خراب میکنیم و این میشه که ما به استایلمون خیلی حس خوبی نداریم. دومین قانونی که امروز میخوام بهتون بگم قانون ساندویچه. حالا این قانون ساندویچ چیه بچه ها؟ خب حالا اگه به یه ساندویچ نگاه کنید، همونطور که میبینید لایه بالای نونمون با لایه پایینی نونمون کاملا یه رنگه و حالا اون قسمت وسط موادی که ما میایم ساندویچمون رو باهاش پر میکنیم یه رنگ حالا متفاوتیه که حالا از قسمت بالای و پایینیش خب خیلی متفاوته. حالا اگه ما بخوایم همین قانون ساندویچ رو بیاریم توی استایلمون هم دقیقاً همین مدلیه. این شکلیه که قسمت پایینی استایلمون مثلا کفشمون با قسمت بالایی استایلمون مثلا تیشرتمون میتونه یه رنگ باشه که میشه لایه پایینی ساندویچمون با لایه بالایی ساندویچمون و حالا لایه وسطی ساندویچمون که توی اینجا مثلا میشه شلوارمون میتونه هر رنگی باشه. این قانونو اگه بلد باشید و رعایتش کنید میبینید که یه تفاوت خیلی خیلی عظیمی توی استایلتون درست میشه. اگه به این شکل استایل کنید، یعنی بیاید قسمت بالایی و پایینی رو یه رنگ در نظر بگیرید، قسمت وسطی رو یه رنگ دیگه در نظر بگیرید، شما خیلی راحت دارید از این قانون ساندویچ استفاده کردید و همین میشه که شما به استایلتون خیلی حس بهتری دارید. خب الان قانون ساندویچ رو خیلی راحت توی این مثال متوجه میشید. خب ببینید الان این استایل با توجه به قانون ساندویچ یه مشکلی داره. دقیقا مشکل اینجاست قسمت بالایی ساندویچمون با قسمت پایینیمون دقیقا یه رنگ نیستن. اگه ما اینجا به جای این رنگ کفش یا کفش با رنگ مشکی استفاده کنیم
دقیقا قسمت بالایی با پایینیمون یه رنگ میشه و قسمت وسطیمون یه رنگ دیگه که میشه همون قارن ساندویچ. خب الان شما بگید به نظرتون سمت راستیه بهتره یا سمت چپیه؟ کلا هارمونیه که توی سمت راستیه وجود داره خب مسلما خیلی قشنگتر و بهتره. خب اینم یه مثال دیگه از قارن ساندویچ. خب توی این استایل ببینید الان رنگ کفشمون کرمه، بقیه استایلمون مشکیه. واسه اینکه دقیقا از همین قانون استفاده کنیم، کاپشنی که روش میپوشیم یا کتی که برای روش استفاده میکنیم باید هم رنگ کفشمون باشه. کلیت این قانون خیلی سختی نیستش، خیلی هم ساده است. فقط اگه این قانون بلد باشید و بتونید موقعی که میخواید استایل کنید، مخصوصا استایل لایه لایه، درست از این قانون استفاده کنید، دیگه اون موقع است که استایلتون میتونه خیلی متفاوت و خفن تر باشه. و آخرین قانون طلایی اسمش قانون ساندویچ تعادله. برای اینکه بخوام این قانون رو خیلی ساده تر بهتون توضیح بدم، باید یه دونه ساعت چینی رو تصور کنید. خب همونطور که دیدین ساعت چینی دارید میبینید، قسمت بالایی و پایینی ساعت چینی علاوه اندازه یکی، اما اون قسمت وسطیش خب خیلی باریک تر شده. این شکلی به اصطلاح توی این ساعت چینی یه تعادل و تقارنی رعایت شده. حالا اگه ما همین رو دقیقا بیاریم تو استایلمون، دقیقا این شکلیه که ما اگه بخوایم یه دونه کاپشن اوورسایز رو استایل کنیم، برای اینکه استایلمون درست باشه، کفشی که بخوایم با این کاپشن استفاده کنیم دقیقا باید یک کفش بزرگ و چانکی باشه که دقیقا مثل همون ساعت چنیه بشه، که دقیقا قسمت بالایی و پایینی استایلمون علاوه بر تعادل یه اندازه باشه، اما قسمت میانی که مثلا میشه تیشرتمون با شلوارمون خیلی بهتره که جذب باشه. خب دقیقا مثل قسمت وسطی ساعت چنی. چیزی که تو این قانون اشتباه محسوب میشه اینه که سر تا پای استایلمون اوورسایز باشه یا اینکه سر تا پای استایلمون جذب باشه. واسه اینکه بخوایم به استایلمون اون تعادل و اون تقارن رو بدیم، اگه ما داریم مثلا برای شلوارمون از یه شلوار جذب استفاده میکنیم، باید تلاش کنیم اگه اون کاپشن یا اگه اون سویشرتی که روش داریم میپوشیم یا حتی اگه اون تیشرتی که داریم با اون شلوار جذب میپوشیم، باید یه مقدار اوورسایز باشه که اون تعادله توش درست بشه. که واسه این استایل هم باز اگه ما داریم این کفشی که کتونی که استفاده میکنیم یه ذره کتونی چانگی تری باشه، خب این شکلی درست ما داریم قانون ساندویچ رو توی استایلمون رعایت میکنیم. برای مثال شما به این استایل نگاه کنید، این استایل سر تا پا جذبه، یعنی کلا غلطه. قانون ساندویچ تعادل میگه شما نمیتونید کل استایلتون رو یه دفعه جذب انتخاب کنید یا یه دفعه اوورسایز. اینجا برای اینکه اون تعادل توی استایلمون درست بشه، چون کفش و تابمون جفتش از آیتمای جذب بودن، شلوارمون باید یه مقدار گشادتر بشه که استایلمون کاملا با توجه به قانون ساندویچی تعادل درست بشه. حالا اگه بخوایم به همین استایل یه دونه کت اضافه کنیم، چون تابمون یه تاب جذب بوده، برای روش ما میتونیم از یه دونه کت اوورسایز استفاده کنیم. به نظرم حتی اگه این قانونا رو هم کلا ندونید، به صورت همین شکلی چشمی هم میتونید بگید که سمت راستی خیلی قشنگ داره و سمت چپی اونقدر باحال نیست. میبینید به همین راحتی با دونستن این سه تا قانون، موقعی که دارید استایل میکنید، اگه میبینید اونجوری که دلتون میخواد نیستش، باید چک کنید ببینید کدوم یکی از این سه تا قانون رو دارید نقض میکنید، که دقیقا با همین سه تا قانون شما خودتون میتونید استایل خودتون رو بیاد اصلاح کنید. خب اینم از سه قانون طلایی فشنگ من قرار بود امروز راجبشون حرف بزنم. بچه ها اگه فقط همین سه قانون رو رعایت کنید، میبینید که چقدر تفاوت عظیمی توی استایلاتون ایجاد میشه. توی استایلای هر روزتون حتما به این سه قانون توجه کنید و میبینید که چقدر استایلاتون خفن تر میشه. مرسی که ویدیو رو تا آخر دیدید. یادتون نره ویدیو رو لایک کنید، سابسکرایب هم حتما بکنید و اینکه میبینمتون توی ویدیو بعدی.